با سلام به برنامه ایران و جهان خوش آمدید در این برنامه به تحولات کوبانی می پردازیم. نگاهی داریم به اظهارات اخیر مرزی افغم سخنگوی وزارت خارج جمهوری اسلامی درباره عدم عبور مذاکره کنندگان هسته ای از خطوط قرمز نظام گزارشی داریم از نامه اخیر مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی به صادق لاریجانی درباره به گفته او حرام خاری های دوره احمدی نژاد و مروری داریم از ابعاد گسترده فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی که دامنه آن پای مقامات ارشد نظام و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم به میان آورده با ما همراه باشید هفته هاست در شهر کردنشین کوبانی کردها با جریان تروریستی موسوم به دولت اسلامی می جنگند. ناظران حقوق بشر سوریه تلفات این خشونت را بیش از 800 کشته اعلام کردند که اکثر آنها از تروریست های داعش هستند. از ماه سپتامبر سال جاری جریان تروریستی موسوم به دولت اسلامی شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه را که در کنار مرز ترکیه واقع است محاصره کرده است این شهر از آن زمان همچنان با حملات فشرده تروسای دولت اسلامی مواجه است گروه ناظران حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا اعلام کرده که در چه روز گذشته بیش از 800 نفر در پی این درگیری کشته شدند هنوز هیچ مرجع رسمی این رقم را تایید نکرده است گفته می شود که 481 نفر از کشته شدگان این حادثه از افراد جریان تروریستی دولت اسلامی هستند. یگان حمایت از خلق کرد نیز در این درگیری ها 302 کشته بر جای گذاشته است. گروه ناظران حقوق بشر سوریه همچنین اعلام کرده که در میان کشته شدگان شهر کوبانی 11 نفر از حامیان کردها و 21 نفر از غیر نظامیان هستند. روز گذشته نیز حملات هوایی آمریکا و متحدانش به مواضع دولت اسلامی ادامه یافت فرماندهی ارتش آمریکا در واشنگتن اطلاع داد که جنگنده های این کشور در جریان حملات خود پنج موزه دولت اسلامی را در کوبانی هدف قرار دادند فرماندهی ارتش آمریکا اعلام کرده که در جریان این حملات هفت خودرو و یک ساختمان که محل استقرار توریستای دولت اسلامی بود ویران شدند هاپیما نیروهای اطلاف نیز در عراق دوازده هدف دولت اسلامی را بمباران کردند. کریم اتوتی یکی از فرماندهان پیشمرگه ها روز 25 اکتبر اعلام کرد که واحدهای های پیشمرگه اقلیم کردستان عراق با حمایت هوایی جنگنده های آمریکا و نیروهای اطلاف موفق شدند شهر سومار در شمال عراق و یازده روستای هوایی آن را آزاد کنند. دولت عراق نیز اعلام کرد که در مرکز این کشور در مقابل با نیروهای دولت اسلامی به موفقیت های دست یافته است. نیروهای امنیتی عراق روز 25 اکتبر موفق شدند جریان توریستی داعش را از نزدیکی بغداد به عقب نشینی وادار کنند. دولت آمریکا اعلام کرد که در روزهای گذشته در مجموع 22 حمله هوایی نیروهای هوایی آمریکا و کشورهای اطلافی علیه مواضع دولت اسلامی در عراق انجام داده است. قرار بود روز چهارم آبان 150 پیشمرگه کرد عراق برای کمک به کردهای کوبانی به این شهر وارد شوند. این اولین گروه از پیشمرگه است که از طرف مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق به کوبانی ازام شدند. و گفته می شود که حدود هزار پیشمرگه دیگر از اقلیم کردستان عراق به کوبانی اعزام خواهند شد. وادهای کرد در کوبانی امیدوارند با حمایت نیروهای تازه نفس کرد در بتوانند باز هم نیروهای جریان تروریستی داعش را که از نظر تعداد و سلاح بر آنها برتری دارند به عقب نشینی بیشتری وادارند مرزیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تکذیب عبور از خطوط قرمز نظام در مذاکرات ای گفت تا کنون هیچ توافقی در هیچ موضوعی صورت نگرفته است. سخنان خانم افخم در واکنش به اظهارات علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلسه که به وزیر خارجه درباره عبور تیم ای از خطوط قرمز نظام هشدار داده بود سخنگوی وزارت امور خارجه با رد برخی مطالب و اظهار نظرها مبنی بر حصول توافق ضمنی هسته و عدم رعایت خطوط قرمز نظام از سوی تیم مذاکره کننده گفت تا کنون هیچ توافقی در هیچ موضوعی نشده و تنها توافق موجود در مورد نام و عنوان توافق نهایی است که برنامه جامع اقدام مشترک می باشد. به گزارش ایرنا، مرزی افخم افزود تیم مذاکره کننده نسبت به خطوط قرمز نظام کاملا واقف است و با دقت و حساسیت بر رعایت آن ملتزم هستند وی ادامه داد طرح ادعاهایی مبنی بر اینکه مذاکره کنندگان از خطوط قرمز نظام عبور کرده اند، پیش از آنکه افترا به مذاکره کنندگان محسوب شود که قابل پیگیری قانونی نیز هست و به نوعی به بی توجهی و نادیده گرفتن مدیریت کلان کشور است سخنگوی وزارت امور خارجه تصحیح کرد تیم مذاکره کننده بیش از سایرین و به روشنی میدانند هر توافق بدون رعایت خطوط قرمز نظام بی ازش است ازارات افخم در واکنش به سخنان علیرضا زاکانی است زاکانی نماینده مجلس در تذکری شفاهی به محمد جواد ظریف گفت اخباری مبنی بر توافق نهایی هستی شنیده شده که حقوق ملت ایران را تضییع می کند. به گزارش خانه ملت زاکانی در جلسه علنی مجلس افزود بر اساس شنیده ها تهران و گروه پنج به علاوه یک بر سر برنامه ای جمهوری اسلامی به توافق نهایی رسیدند. به اضافه کرده که وزارت امور خارجه و تیم مذاکره کننده هسته جمهوری اسلامی درباره این توافقنامه و اخبار مربوط به آن سکوت اختیار کرده و مجلس را در جریان قرار نمی دهند. زاکانی ادامه داده این سکوت منجر به زیاده خواهی و گذافگویی آمریکا شده است. در رویداد دیگر مجید تخت روانچی معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و عضو هیئت مذاکره کننده هستی گفت طبقه بندی و لغو پل پله تحریم ها مورد قبول جمهوری اسلامی نیست و غرب باید تحریم های ایران را یک جا بردارد آقای تخت روانچی همچنین گفت جمهوری اسلامی در پی تمدید زمان مذاکرات نیست و تلاش می کند در زمان مشخص به نتیجه دلخواه خود برسد. در همین حال، یک دیپلمات غربی رسیدن به نتیجه تا مهلت تعیین شده یعنی سوم آذر را بسیار بعید است. در رویداد دیگر هم کاتیناشون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد که مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی در چارچوب حسن نیتی که باید در تمامی طرفها باشد ادامه می‌یابد. به گزارش خبرگزاری ایرنا اشتان همچنین گفت هنوز برخی تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی وجود دارد اما ما در پی تداوم روند و امضای توافقنامه فراگیر بین جامعه بین المللی و جمهوری اسلامی هستیم که زمینه را برای مناسبات بهتر در آینده فراهم کند در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر از احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای ابراز نگرانی کرد. آقای نتانیاهو به کشورهای طرف مذاکره اتمی با جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر داعش را شکست دادید اما ایران توانست به بمب اتمی برسد تنها در یک نبرد پیروز شده اید اما کل جنگ را باخته اید. آقای نتانیاهو گفت یک توافق بد میان قدرت های جهان با ایران به تهران امکان می دهد در زمانی کوتاه بمب هسته خود را تولید کند. گفتن است بر اساس توافق های قبلی. مهلت جمهوری اسلامی و کشورهای گروه پنج بلاوه یک برای رسیدن به توافق جامع مورد قبول طرفین سوم آذر ماه سال جاری به پایان می دسد. اما هنوز معلوم نیست تا این تاریخ بتوان به توافق رسید یا خیر گرچه اظهاراتی و پیش بینی هایی در بین هست که این زمان مذاکرات بار دیگر تمدید خواهد شد حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از قوه قضاییه و نهادهای امنیتی خواست با رسانه های زنجیری که در پرونده اسید پاشی ها سمپاشی می کنند برخورد کند در همین حال یک وبسایت حامی احمدی نژاد از احتمال دست داشتن مذهبی ها در اسید پاشی ها بر اساس فتوای یکی از مراجع تقلید خبر داد سایت همت نیوز وابسته به تیم احمدی نژاد پیش بینی کرده در صورت تحقق احتمال دست داشتن مذهبی ها در اسید پاشی ها در جامعه ایران بمبی خبری مفجر خواهد شد که احساسات مردم را جریه دار خواهد کرد. این سایت نوشته نتیجه انفجار این بمب خبری تعطیلی امر به معروف و نحی از منکر در ایران برای سالهای متمادی و شورش مردم علیه مذهبی هاست. به نوشته این سایت امکان دارد پس از دستگیری عاملان اسید پاشی ها مردم ایران با چهره هایی که ظاهری مذهبی دارند مواجه شوند. این سایت محافظ کار همچنین پیش بینی کرده این افراد در اعترافات خود اعلام کنند که فتوای یکی از مراجع تقلید را داشته و بر اساس آن اقدام به اسید پاشی کردند. سایت مسکور با هشدار نسبت به تحقق چنین احتمالی به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هشدار داده پیش از وقوع یک موزل اجتماعی ناشی از این اعترافات با روشنگری مانع وقوع آن شوند. در رویدادی دیگر هم رسول زرگرپور استاندار اصفهان گفته ده نفری که به زن دخالت در اسید پاشی ها تا کنون بازداشت شدند نقشی در این وقایع نداشتند. به گزارش روزنامه شرق زرگرپور افسوده حتی تا 90 درصد روی یک نفر مطمئن شدیم اما سرانجام ثابت شد و نیز این جنایت را انجام نداده است. در همین حال حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از قوه قضایه و نهادهای امنیتی خواست با رسانه های زنجیری که در پرونده اسید پاشی ها سمپاشی می کنند برخورد کند. آقای فیروزآبادی گفته پیش از علنی شدن اسید پاشی ها سرمقاله این رسانه ها برای سمپاشی آماده بود و آنها در این قضیه عمل مجرمانه مرتکب شدند. این فرمانده نظامی اضافه کرده سمپاشی رسانه ای از اسید پاشی هم خطرناکتر است چرا که منجر به مسموم شدن جامعه می شود. بسیاری از محافظ کاران تند رو از عملکرد گروهی از رسانه های اصلاح طلب و مستقل در نحوه پوشش اخبار اسید پاشی های اصفهان خشمین بوده و خواستار برخورد با آنها هستند. احمد خاتمی و حسین شریعت مداری از جمله محافظ کاران شناخته شده ای هستند که در یک هفته گذشته درخواست برخورد قضایی با این رسانه ها را مطرح کردند. بر اساس برخی گزارش ها به رسانه های ایران دستور داده شده در پوشش اخبار اسید پاشی ها جانب احتیاط را رعایت کرده و یا از پرداختن به این موضوع خودداری کنند. گفتنیست در راستای هشدار مقامات جمهوری اسلامی به رسانه ها برای پوشش اخبار اسید پاشی گزارش شده که چهار خبرنگار ایسنا در اصفهان بازداشت شدند که دو نفر از آنها ساعتی بعد از دستگیری آزاد شده و دو نفر دیگر همچنان در بازداشت به سر میبرند. وکیل محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد میگوید در زمان انتخابات مجلس هشتم به 170 یا 180 نفر از نمایندگان اصولگرای مجلس پول داده است رحیمی به دلیل اختلاس به 14 سال حبس و پرداخت 4 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است محمد رضا رحیمی روز 17 شهریور ماه در نام ای به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ضمن رد اتهامات خود تاکید کرده بود که این اتهامات مربوط به برگزاری انتخابات بوده و او مبالغ کمک به نامزدهای انتخابات مجلس هشتم را به همراه مدارک به دادگاه ارائه کرده است. پیش از نامه آقای رحیمی موضوع پرداخت بخشی از هزینه‌های انتخاباتی تعدادی از داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم در دادگاه اختلاس از بیمه ایران مطرح شده بود و روزنامه دولتی ایران روز شنبه 20 خرداد 1391 محمد رضا با هنر نایب رئیس مجلس را نیز به همکاری در دریافت این کمک ها متهم کرده بود اما آقای باهنر این اتهام را تکذیب کرده است محمد رضا نادری وکیل آقای رحیمی در مصاحبهای با خبرگزاری ایلنا درباره حضور یکی از نمایندگان سرشناس مجلس در دادگاه آقای رحیمی گفت ایشان اصلا حضور نداشتند مسئله شخص یک نماینده نیست چرا که این مبالغ به 170 یا 180 نفر از نمایندگان اصولگرای مجلس داده است که در دوره انتخابات با آنها پرداخت شده بر اساس گزارش رسانه های ایران اولین جلسه دادگاه آقای رحمی در روز سوم خرداد 93 و با حضور جابر عبدالی از متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران برگزار شده است. جابر عبدالی خرداد ماه سال 91 در دادگاه اختلاس از بیمه ایران گفته بود که دست چک امضا شده اش را در آستانه انتخابات مجلس هشتم به آقای رحیمی داده است. پیش از آن نیز الیاس نادران نماینده تهران روز نهم اسفند 88 در نامه سرگشاده به آقای رحمی از او خواسته بود درباره پولهایی که از طریق جابر عبدالی بین نامزدهای انتخابات مجلس هشتم توضیح شده توضیح داد. محمد رضا نادری وکیل محمد رضا رحیمی همچنین گفت که درباره رفتن پرونده موکلش به دیوان عالی کشور هنوز خبری به او یا موکلش اعلام نشده است. آقای نادری گفت به صورت رسمی اعتراض کرده ایم و طبق روال معمول قوه قضایی بنابر همین است که پرونده پس از تجهیز نظر به دیوان ارسال شود ولی مراحل آن به دلایل نامعلوم به تأخیر افتاده است. وی اضافه کرد واقعا نمیدانم چرا پرونده ای که رأی آن ده روزه می بایست اعلام شود بیشتر از صد روز تأخیر داشته و رأی اعلام نشده است وکیل محمد زاره می روز دوازده مهرما با حضور در دادگاه کیفری استان تهران به رأی این دادگاه در مورد موکل خود اعتراض کرده بود محمد زار نادری همچنین گفت پرونده ای موکلش در شروع با بیش از پنجاه مورد اتهامی روبرو بوده اما اتهامات ریزش کرده و به یک مورد رسیده است به گفته آقای نادری به همه موارد اتهامی به جز یک مورد که در حال رسیدگی است پاسخ داده شده است گفته نیست روزنامه دولتی ایران 17 مهر ماه با اشاره به محکومیت یکی از مدیران ارشد دولت دهم نوشته بود که وی جمعن به 14 سال حبس و پرداخت چهار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده محمد رضا نادری وکیل مدافع محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد اما خبر منتشر شده را نادرست نامیده بود بر اساس گزارش محمد رضا رحیمی به میلیاردها تومان اختلاس در چند پرونده مختلف و راندخاری متهم است که از جمله مشهورترین آنها پرونده اختلاس از بیمه ای ایران است. امیر عباس سلطانی از نمایندگان مجلس در واکنش به احضار خود به دادستانی تهران به دلیل اظهاراتش درباره این پرونده گفت مجلس حق دارد بداند که در پرونده فساد اقتصادی با این وسعت و فراگیری چه اتفاقی افتاده است سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس و یکی از اعضای کمیته سه پیگیری پرونده بابک زنجانی است امیر سلطانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرده بود که در پرونده بابک زنجانی درگیر بودند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایه جمهوری اسلامی روز بیستم مهرماه با اشاره به پرونده بابک زنجانی خبر داده بود که به دادستان تهران دستور پیگیری و تعقیب رسانه های متخلف را که به گفته او نسبت به انعکاس مفاسد بزرگ نمایی می کنن داده است آمولی لاریجانی همچنین بدون نام بردن از نمایندگان مجلس در واکنش به اظهارات آنان درباره پرونده بابک زنجانی گفته بود اینکه نماینده محترمی بر حسب وظیفه‌اش باید در کمیسیون قضایی یا جای دیگری موضوعی را رسیدگی کند درست است اما نماینده حق ندارد در پرونده های قضایی ورود کند این یک اشتباه است که برخی دارند مرتکب می شوند امیر عباس سلطانی درباره احضار خود به داستانی تهران گفت حساسیتی در قبال احزاریه نداشته و ندارم و تلاش کردم این مسئله را رسانه ای نکنم و دوستان این مسئله را پیگیری می وی در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا تصریح کرد مجلس حق دارد بداند که در پرونده فساد اقتصادی با این وسعت و فراگیری چه اتفاقی افتاده و این حق مسلم مجلس است احضار این نماینده مجلس توسط دادستانی تهران در حالی است که غلام حسین محسنی اژهای سخنگوی قوه غذایی روز چهارده مهرما از تحقیق از سه وزیر و رئیس بانک مرکزی دولت محمود احمدی نژاد در رابطه با پرونده بابک زنجانی خبر داده بود بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی نیز روز 21 مرداد ماه بابک زنجانی را متهم کرده بود که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار دریافت و به حساب بانک جعلی خود در مالزی واریز کرده که در نهایت این پول از بین رفته است آقای سلطانی در ادامه سخنان خود گفت که کمیسیون انرژی مجلس چهار بار از مسئولان وزارت اطلاعات، دادگستری و قوه قضاییه برای بررسی پرونده بابک زنجانی دعوت کرده اما غیر از حضور گهگاه نماینده وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نماینده ای از دستگاه های دیگر در این جلسات حضور نیافته است. محسن قمسری معاون امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران سیزده تیر ماه گفته بود که بابک زنجانی و نیروی انتظامی که در دولت پیشین عهدهدار فروش بخشی از نفت خام و میانات گازی کشور شدند نتوانستند محموله ها را به فروش برسانند و عمده بدهی آقای زنجانی به خاطر هزینه نگهداری این محموله ها در کشتی است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روز پنجشنبه ششم شهریور ماه نیز از سرنوشت نامعلوم بیش از دو سوم بدهی بابک زنجانی به دولت خبر داده و گفته بود که بدهی آقای زنجانی مبلغی در حدود 8600 میلیارد تومان است که کمتر از یک سوم آن در داخل است و مابقی پول مشخص نیست در کجاست بابک زنجانی که به گفته خودش مالک بیش از هفتاد شرکت و ده میلیارد دلار سرمایه در ایران و خارج از کشور است پارسال به اتهام فساد مالی بازداشت و روانه زندان شد گزارش جدید سازمان یونیسف حاکی از آن است که بحران مالی در بسیاری از کشورهای صنعتی موجب تشدید فقر در میان کودکان شده است همچنین میزان سطح درآمد کنونی خانوارها در بسیاری از کشورهای صنعتی به سطح ده سال پیش کاهش یافته است. بحران مالی در کشورهای صنعتی پیامدهای بسیار سنگینی برای کودکان فقیر داشته است. تحقیق جدیدی که از سوی سازمان یونیسف انجام شده، حاکی از آن است که دو میلیون و شش ست هزار کودک از سال 2008 تا کنون در پی بحران مالی به زیر خط فقر رفتند. به گزارش دویچه وله در این گزارش که در شهر روم ارائه شد آمده است که شمار کودکان فقیر در یک کشور سنتی مرفه به 76 میلیون و 500 هزار نفر رسیده. به گفته جفری اومالی از مقام های یونیسف در بسیاری از کشورهای آسیب دیده از بحران مالی میزان درآمد خانواده ها به طرز قابل توجهی پایین آمده است. محققان برای انجام این پژوهش وضعیت کودکان در چهل و یک کشور عضو اتحادیه اروپا و نیز عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را مورد بررسی قرار دادند. طبق نتایج به دست آمده در 23 کشور از مجموعه کشورهای یاد شده افزایش فقر در میان کودکان در رابطه مستقیم با بحران مالی بوده است نویسندگان این گزارش می گویند در مقابل در 18 کشور مورد تحقیق از جمله استرالیا، شیلی، فلان، نروژ، لهستان و اسلوواکی فقر کودکان به میزان 30 درصد کاهش یافته است. در فاصله سالهای 2008 تا 2012 به نوشته این گزارش میزان فقر کودکان در کشور آلمان یک و سه دهم درصد کاهش داشته است. کشورهای جنوب اروپا که بیشترین ضربه را از بحران مالی فراگیر خوردند، بیشترین میزان رشد در فقر کودکان را داشتند. در یونان که به واسطه کمک مالی بین المللی از خطر ورشکستگی رهانیده شد، متوسط درآمد هر خانوار دارای کودک در سال 2012 به سطح درآمد خانوار دارای کودک در سال 1998 رسید. در ایرلند و اسپانیا و نیز لوکزامبورگ که یکی از ثروتمندترین کشورهای اروپا به شمار می روند میزان درآمد خانوارها به سطح 10 سال پیش رسیده است. در این میان نوجوانان 15 تا 24 ساله به خوبی اثرات وضعیت اقتصادی نامطلوب را حس می کنند. برای این گروه یافتن محلی برای کارآموزی و کارورزی عملا ناممکن شده و آنها برای تحصیل در دانشگاه نیز دچار مشکل هستند نرخ بیکاری در میان این گروه سنی در بیش از سه چهارم کشورهای مورد بررسی افزایش یافته است به گفته سازمان یونیسف از سال 2010 سیاست های وضع شده دولتی در راستای ریاضت اقتصادی و صرف جویی در بسیاری از کشورها وضعیت فقر کودکان را وخیمتر کرده است جفری اومالی به هنگام ارائه این گزارش گفت بررسی های یونیسف نشان میدهند که دامنه سیاست های اجتماعی عاملی بسیار مهم در پیشگیری از فقر بوده است. وی تاکید کرد که تمامی کشورها به یک شبکه اجتماعی قوی نیاز دارند که بتوانند هم در زمانهای خوب و هم در زمانهای بد از کودکان محافظت کنند. گفتنیست جفری اومالی از مقام های یونیسف در پایان هم از کشورهای مرفه خواست در راه مبارزه با فقر کودکان تلاش بیشتری از خود نشان داده و فراهم کردن زمینه رفاه برای کودکان را به عنوان یک اولویت کاری در نظر بگیرند. در انتخابات پارلمانی اوکراین که هفته گذشته برگزار شد، احزاب پترو پورشنکو رئیس جمهوری و آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر 43 درصد آرا را کسب کردند. به دنبال پیروزی احزاب طرفدار اتحادیه اروپا در این انتخابات، رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی را آغاز کردند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین و آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر این کشور مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی را آغاز کردند. آقای پروشنکو پیشتر گفته بود جبهه مردمی به رهبری آرسنی یاتسنیوک مهمترین شریک برای هر اعتلاف پارلمانی خواهد بود و او مذاکره برای تشکیل اکثریت پارلمانی را آغاز خواهد کرد تا بهترین دولت برای اوکراین تشکیل شود. به گزارش خبرگزاری رویترز شمارش بیش از 50 درصد آرا نشان میدهد که گروه هواداران آقای پروشنکو و جبهه مردمی به رهبری آقای یاتسنیوک در انتخابات پارلمانی اوکراین در مجموع حدود 43 درصد آرای رای دهندگان را کسب کردند. پیشتر گفته شده بود که حزب سامو پومیچ از غرب اوکراین نیز که هوادار اتحادیه اروپاست نزدیک به 11 درصد آرا را به دست آورده است. در انتخابات پارلمانی اوکراین 29 حزب و گروه سیاسی شرکت کرده بودند. در این میان حزب کمونیست اوکراین برای نخستین بار پس از استقلال این کشور در سال 1991 نماینده در پارلمان اوکراین ندارد. حزب سرزمین پدری به رهبری یولیا تیموشنکو نخست وزیر اسبق اوکراین نیز کمتر از 6 درصد آرا را کسب کرده. پارلمان اوکراین دارای 450 کرسی است. ناظران بین‌المللی ازامی از سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات پارلمانی اوکراین را تایید کردند. در این میان آقای یاتسنیوک نیوک به ناظران گفته است هدف اصلی تشکیل سریع دولت هوادار اتحادیه اروپا برای اجرای توافق نامه ها با این نهاد اروپایی است. شهروندان اوکراین روز یکشنبه برای انتخابات نمایندگان پارلمان پای صندوق های رای رفتند. این در حالی بود که درگیری های ماه گذشته در شرق این کشور مشکلات اقتصادی و نیز بحران میان کیف و مسکو بر آن سایه افکنده بود این انتخابات نخستین بار پس از اعتراض های گسترده در اوکراین علیه دولت ویکتور یاناکوویچ و برکناری او برگزار شد خبرگزاری رویترز در گزارشی پیش از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی اوکراین نوشت به نظر میرسد نتیجه انتخابات موقعیت پروشنکو در دولت مرکزی را تقویت کند اما احتمالاً بار دیگر بر اختلافات میان شرق و غرب آن کشور را افزایش میدهد. جدای طلبان هوادار روسیه که کنترل بخشهایی از شرق اوکراین را در دست دارند هفته آینده انتخابات خود را برگزار خواهند کرد که قرار است به تشکیل دولتی در جمهوری خودخوانده آنها بیانجامد مقام های اوکراین گفتند 27 کرسی متعلق به مناطق تحت کنترل شورشیان خالی میماند در خصوص واکنش‌های بین‌المللی به انتخابات پارلمانی اوکراین، سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به خبرگزاری ریانوفستی گفته است این کشور نتایج انتخابات پارلمانی اوکراین را به رسمیت می‌شناسد، زیرا این موضوع اهمیت دارد که اوکراین دولت مردانی دارد که با یکدیگر نمی‌جنگند. آقای لاوروف همچنین ابراز امیدواری کرده دولتی در اوکراین تشکیل شود که برای کاهش تنش‌ها در این کشور تلاش کند. همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با استقبال از انتخابات پارلمانی اوکراین آن را موفقیتآمیز توصیف کرد رهبران اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیز انتخابات پارلمانی اوکراین را یک پیروزی برای دموکراسی و اجرای اصلاحات در آن کشور توصیف کردند در حال حاضر میان نیروهای دولتی اوکراین و شورشیان در شرق منطقه حائل غیرنظامی وجود دارد و آتشبسی شکننده که طی آن دو طرف بارها با هم درگیر شدند. درگیری های ماه گذشته نزدیک به 3700 کشته بر جای گذاشت. مصطفى تاجزاده در نامه از زندان اوین به صادق لاریجانی خواست در مورد حرام های دوره احمدی نژاد به مردم گزارش داد. به گفته تاجزاده سکوت درباره فسادهای اقتصادی هشت ساله نظام را در مزان اتهام قرار میدهد. به گزارش وبسایت کلمه مصطفا تاجزاده معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات در نامه سرگشاده به صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی نوشته است این جانب برخلاف جنابادی طرح رسانهای مفاسد اقتصادی را اقدام علیه امنیت ملی نمیدانم سکوت صدا و سیما درباره فسادهای اقتصادی هشت ساله از جمله در همین دو مورد و تلاش قوه قضایی برای تهدید و سانسور مطبوعات به شایعات دامن میزند و تمامیت نظام را در مزان اتهام قرار میدهد و یکی از فردای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در بازداشت به سر میبرد در ادامه نامش آورده است مگر نظرسنجی معروف که خشم شما را برانگیخت نشان نداد که 89 درصد مردم از عملکرد قوه قضایی در برخورد با دانه درشت ها ناراضی هند. انتظار این است دست کم یک صدم همتی را که مصرف بگیر و به بند منتقدان سیاسی و انتخاباتی می کنید در جهت محاکمه و مجازات مفسدان اقتصادی مبذول فرمایید. تاجزاده در این نامه به گفته خودش به بیان جزئیاتی از حرام خاری های کلان مربوط به واردات خودرو در سال 1391 و ویژه خاری بیش از 3000 خودروی تولید داخل در دولت احمدی نژاد اشاره کرده است. به گفته او در سال 1391 ادهی با ارز دولتی 1250 تومانی خودرو وارد کشور کردند. همچنین در این زمان 3650 خودروی تولید داخل با تخفیف ویژه و گاهی تا 80 درصد در اختیار افراد خاصی قرار گرفته است. وی از صادق لاریجانی خواسته درباره خاری های دوره احمدی نژاد هر چه سریعتر بررسی های لازم را انجام دهد و نتیجه را به استحضار ملت برساند. تاجزاده در ادامه نامش هم با استناد به گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس که در اسفند ماه 92 منتشر شد نکاتی در خصوص واردات خودرو را روایت کرده است. به موجب همین گزارش در آن زمان بیش از 36 هزار میلیارد تومان پول به جیب وارد کنندگان خودرو سرازیر شود. وی در تایید ادعایش آورده است حتما به یاد دارید در سال 1391 عرض مورد نیاز دارو را تخصیص ندادند و همین مسئله اعتراض علنی وزیر بهداشت و دیگر مقامات وقت آن وزارتخانه را برانگیخت. آمار و ارقام واردات خودرو پاسخ مناسبی به این اعتراضات است. اکنون بیش از هفت ماه از قرائت گزارش کمیسیون اصل نود مجلس میگذرد و مردم منتظرند که قوه قضایی نتایج پیگیری های خود را در این زمینه به استحصار عموم برساند. اشاره تاجزاده به اظهارات مرزی وحید دستجردی وزیر بهداشت برکنار شده در دوره احمدی نژاد در سال 1391 است که گفته بود چرا بانک مرکزی برای واردات خودروهای لوکس، لوازم آرایش، زین اسب و خوراک سگ ارز دارد اما برای دارو و تجهیزات پزشکی ندارد. ممنونم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با نشانی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه ما نظر بدید تا هفته دیگه بدرود